قزنفر به دوست دخترش میگه چهارشنبه به چهارشنبه دیره که هم دیگر رو ببینیم، بیا دوشنبه به دوشنبه هم دیگر رو ببینیم. آخوندا با هم میدویدن، عمامه یکی افتاد، حیفنون پشت سرشون بود داد زد صلی الله محمد، چرخ یکی در اومد. اینو حتما خانم های محترم زیاد شنیدن، گویا اینکه آقایون هم الان همچین کمی دست کمی ندارن. نصیحت بسیار بسیار مفید، اونجایی که آرایشگر وسط ابرو برداشتن میگه تو به ابروها دست زدی، بدون که حتما گند زده تو ابرو. یه بار یه خانمه از شوهرش میپرسه اون چیه که اولیش منم، دومیش توی، سومیش زبون. شوهره میگه نمیدونم، زنه میگه گلگاو زبون. به بابا میگم چشمم ضعیف شده، میگه کله پاچه میگیرم چشمشو بخور. میگم پام درد میکنه، میگه کله پاچه میگیرم پاشو بخور. میگم درسامو نمیفهمم، میگه کله پاچه میگیرم مغزشو بخور. یعنی امیدوارم روزی به ناتوانی جنسی دچار نشم. عمه هام اومدن خونمون، ستایی دارن پشت سر مادر شوهرشون حرف میزنن، دارن واسه مامانم میسوزه که نمیتونه تو بحثشون شرکت کنه. باشه. ابرها رو که میشناسید، کومولوس، ستراتوس، سیروس، اما یه ابری هم هست به اسم بیناموس که وقتی ماشین رو میشوری تازه یادش میفته بباره. نه کسی با گیاه‌خواری به جایی رسیده، نه با گوشت‌خواری، فقط و فقط پاچه‌خواری. دنبال کلاسیم ثبت نام کنیم. من اوایل به صورت تفریحی بی پول بودم، بعدش دیگه معتاد شدم. آقا عجب دور زمونه شده، هلو میخری کیلو 3500 تومان، شلیل میخری 13500 تومان، 10000 تومان هزینه اپیلاسیون شلیل هم باید. تو اخبار خوندم که یه خانم نیوزیلندی با جعل مدرک پزشکی واسه 20 سال تو انگلیس تبابت میکرده. با خودم گفتم بفرما دیدی فقط اسم ایرانی ها بد رفته، که توی ادامه متن خبر خوندم که اون خانم ایرانی نیوزیلندی بوده. اگر بد اخلاقید، اگر حوصله جواب دادن به آدم ها رو ندارید، اگه ارث پدر خودتون از مردم میخواید، شما بهترین گزینه استخدام در دبیرخانه ارگانهای دولتی هستید. یاد دانشگاه بخیر میگه غیر از جدید الورود یه نوع دیگه دانشجو هم داریم که هرگز فارغ التحصیل نمیشن، به اونا میگن بعید الخروج. رفیقم از 6 صبح بلند شده داره واسه میان ترم درس میخونه، به نظرم حقش تو بهترین اتوبانای کشور مسافر کشی کنه. از سخنان قصار قزنفر، هرچه کمتر بهش بیشتر فکر کنی بیشتر دردش کمتر میشه. خب سوال یه آقایی از حاج آقا. حاج آقا میتونم خروسی رو که تو روز عید جلو ماشین پسرم برای خونه جدیدم سر بریدم نظر نوام بکنم و به نیت پدری مرحومم در سالگرد مادرم تو بهزیست خیرات کنم؟ حاج آقا نه نه اسرافست، نکن آقا نکن. یه شامپو خریدم اونقدر ویتامین پشتش نوشته حیفم اومد بزنم به سرم، روزی یه قاشق میخورم ازش.
به یارو میگن خاطری از کودکی داری؟ میگه آره. تا 6 سالگی فکر میکردم اسمم دست نزنه، تازه یه داداش کوچیک‌تر داشتم اسمش به تمرک بود.